سلام علیکم دوستان، در این ویدیو تمام تنظیمات مهم تلگرام را برای شما واضح می سازم. اگر شما از جمله کسانی هستین که از تلگرام روزانه استفاده میکنین، پس این ویدیو برای شماست. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایین. تلگرام خود را باز میکنیم دوستان. قبل از اینکه به اصل تنظیمات برویم، در قسمت چند تا تنظیم در قسمت چت باکس است، آن را برایتان نشان میدهم. یکی از چت باکس ها را به طور مثال باز میکنیم. در قسمت پایین مسیج میکنیم، به طور مثال نوشته میکنیم که هلو هاو آر یو، مسیج خود را نوشته بکنین، تایپ بکنین، هرچی که میخواین نوشته بکنین. بعد از اون در قسمت پایین بالای دکمه سند باکس چند لحظه با انگشت خود فشار بدهین، در اینجا دو گزینه باز می شود. یکی اسکیجول مسیج است و دومگی سند ویداوت ساوند. در قسمت بالا بالای اسکیجول مسیج در اینجا کلیک میکنیم. دوستان در این وقتی که بالای آن کلیک کردین، در این قسمت شما می توانید که یک زمان را انتخاب بکنین مطابق همان زمانی که شما انتخاب بکنین. با فرا رسیدن همان زمانی که شما انتخاب میکنین، مسیج شما با آن نفر ارسال میشود. تا قبل از رسیدن آن زمان هیچگاه مسیج شما ارسال نمیشد، تلگرام شما میباشد. از این قسمت شما میتوانید برج یا ما را انتخاب بکنین، از این قسمت میتوانید ساعت را انتخاب بکنین، در کدام ساعت میخواین ارسال بکنین، در این قسمت میتوانید دقیقه را انتخاب بکنین که در کدام دقیقه با آن ارسال شود. بعد از اینکه این کار را کردین، در قسمت پایین بالای دکمه سند کلیک بکنین و مسیج شما مطابق به می زمانی را که شما تعیین کردین به آن شخص ارسال می شود. تا زمانی که از تایمی را که شما تعیین کردین نرسه، مسیج شما هست در تلگرام. دوستان این تنظیم اول بود. تنظیم دوم در همین قسمت است. در قسمت پایین در اینجا مسیج خود را پس دوباره نوشته میکنیم. بعد از او در قسمت پایین بالای دکمه سند باکس دوباره کلیک میکنیم. چند لحظه با انگشت خود فشار میدهیم. در اینجا یک گزینه است سند ویداوت ساوند. اگر دوستان بالای ای کلیک، اگر ما قبل از اینکه ما این مسیج رو ارسال بکنیم به کسی، در قسمت بالای اون شخص یک نوتیفیکیشن دریافت میکنه. یک پیام دریافت میکنه و در قسمت بالای تلگرامش نشون میده که یک مسیج از فلانی به شما آمد. اگر شما send without sound رو انتخاب بکنین، در اونجا مسیج خود رو نوشته بکنین، مسیج خود رو که نوشته کردین، بعد از اون در قسمت بالای send without sound کلیک بکنین، مسیج شما با آن شخص ارسال می شود. ولی در قسمت بالای موبایل کدام نوتیفیکیشن و کدام مسیج آن شخص دریافت نمی کنه. تا زمانی که خودش داخل این تلگرامش نشود و تلگرام خود را چک نکنه، مسیج شما را نمی بینه که آن شما با آن شخص مسیج ارسال کردین یا خیر. این دو ترفند از قسمت بود دوستان. حال میرم سر میبینیم که تنظیمات دیگه کدام است. در قسمت بالا بالای سه خطی که دیده میشه و کلیک بکنین و در این قسمت بالای سیتینگز کلیک بکنین. در قسمت پایین ما بالای پرایویسی اند سکیوریتی کلیک بکنین. دوستان در قسمت شما میتونین چندین نوع تنظیمات رو انجام بدهین. در قسمت اول ما داریم پرایویسی. در اینجا کسایی را که شما بلاک کرده باشین، لیستی آن را در تلگرام در این قسمت شما میتوانین دریافت بکنین. بلاکد یوزر بالای از یک ما کلیک بکنیم. در قسمت چون ما تا هنوز کسی را در تلگرام بلاک نکردم، در قسمت چیزی برای من نشان داده نمیشود. قسمت بعدی هم داریم فون نمبر. در قسمت بالای فون نمبر کلیک میکنیم. اگر میخواین که فون نمبرتان را یا شماره موبایلتان را یا شماره تلفنتان را همه کس در تلگرام بتوانن ببینن،
شما می توانید که انتخاب بکنین، everybody را انتخاب بکنین. اگر می خواهید که تنها کسانی که کانتکت نمبر شما را دارن یا شماره تلگرام شما را دارن با شما در تلگرام تماس بگیرن، اگر می خواهید که تنها کسانی که با شما در تلگرام تماس هستن شماره تلگرام شما را ببینن، مای کانتکت را انتخاب بکنین. اگر می خواهید که هیچ کس شماره موبایل شما را در تلگرام پیدا نکنه یا دیده نتوانه، نوبادی را انتخاب بکنین. در این قسمت زمانی که بالای نوبادی را انتخاب کردین، در اینجا هم دو گزینه دیگه باز می شود. در این قسمت هم اگر who can find me by number، اگر می خواهید که همه کس شما را توسط نمبرتان پیدا بکنه، تمام افراد توسط نمبرتون شما را پیدا بکنه، everybody را انتخاب بکنید. اگر میخواین که تنها کسانی که شماره تلگرام شما را داره و با شما تماس بگیره یا با شما در ارتباط باشه، my contacts را انتخاب بکنید. گزینه دومش را در قسمت بعدی را exception است یا استثناء وجود داره. بعضی کسا را شما میتوانید که استثناء قرار بدهند، در هر حالت با شما تماس گرفته بتوانند. به طور مثال اگر بالای always allow در قسمت بالای add user که کلیک بکنید، در اینجا لیست دوستان تلگرام شما باز میشه و شما میتوانید آنها را انتخاب بکنید. به طور مثال بالای از او که کلیک کردی، بعد از او بالای از دکمه در قسمت کلیک بکنید و در اینجا یک اکسپشن یا یک استثناء قرار گرفت. این شخص بعد در هر حالت میتونه با شما شماره موبایل شما رو ببینه و شما تماس بگیره. بعد از اینکه کار را کردین، در قسمت بالا بالای تیک کلیک بکنین. بله دوستان، قسمت بعدی را هست last seen and online. در این قسمت شما میتونید که اخیرین بازدید خود را و حالت آنلاین خود را در تلگرام مخفی بکنین یا آشکار بسازین، یا که ها بتوانند ببینن یا که ها نتوانند نبینن. به طور مثال بالای از این کلیک میکنیم در این قسمت. اگر میخواین که last seen شما یا اخیرین بازدید شما را در تلگرام همه کس ببینه، everybody را انتخاب بکنین. اگر میخواین که تنها کانتکت کسایی که شماره تلگرام شما در پیش آنها و آنها در پیش شماست ببینه، last seen تان را و لسینتون را یا آخرین بازدیدتون را مای کانتکتس دونگیش را انتخاب بکنید. اگر میخواین که هیچ کس لسین یا آخرین بازدید شما را از تلگرام دیده نتوانه یا با آنها تلگرام نشان ندهه، نوبادی را انتخاب بکنید. بعد از او هیچ کس نمیتوانه که لسین شما یا آخرین بازدید شما را از تلگرام در تلگرام ببینه. دوستان باز در قسمت پایین یک اکسپشن یا یک استثناء وجود داره. اگر میخواین که کسی در هر حالت لسین شما را دیده بتوانه یا آخرین بازدید شما را در تلگرام دیده بتوانه، در قسمت میتوانید که آن را اد بکنین. در قسمت پایین بالای اد یوزر کلیک بکنین. در اینجا شما همان کسی را که میخواین که در هر حالت لسین یا آخرین بازدید شما را ببینه، اد بکنین یا اضافه بکنین. آن را که انتخاب کردین، بعد از او در قسمت پایین بالای دگمه کلیک میکنین و در اینجا بعد از او در قسمت بالا بالای دگمه تیک کلیک میکنین، انتخاب میشه. شما میتوانین یک نفر را در اونجا انتخاب بکنین یا ده نفر را یا هر تعدادی را که خواستین. قسمت بعدی داریم پروفایل فوتوس. دوستان بالای از کلیک میکنیم، در قسمت شما میتوانین که پروفایل فوتوی خود را چی بکنین دوستان، کنترل بکنین که کیها بتوانن ببینن یا کیها نتوانن. اگر میخواین که همه کس پروفایل فوتوی شما را، عکس پروفایل شما را دیده بتوانه، everybody را انتخاب بکنین. اگر میخواین که تنها با کسانی که شما در تلگرام تماس دارین و کانتکت هستین و آنها با شما ارتباط دارن شماره موبایل شما را، عکس پروفایل شما را دیده بتوانند، مای کانتکتس را انتخاب بکنید. گزینه دومی اش را باز در این قسمت دوستان در قسمت پایین دو گزینه دیگه باز شد، دو اکسپشن یا دو استثناء دیگه باز شد. اگر میخواین که
با بعضی کسا اجازه بدهین که همیشه بعضی کسا را شما اجازه بدهین که در هر حالت عکس پروفایل شما را ببینه. در قسمت Always Allow کلیک بکنید، در اینجا که Always Allow نوشته است، در قسمت بالای Add User کلیک بکنید. در اینجا کسایی را که شما میخواین که در هر حالت عکس پروفایل شما را آنها دیده بتوانند، در اینجا شما آن را انتخاب بکنید. بالای از او که کلیک کردین انتخاب میشه، شما میتونین یک نفر رو انتخاب بکنین یا ده نفر رو یا چند نفر رو که خودتون میخواید. بعد از بالای تیک در قسمت پایین کلیک بکنین انتخاب میشه. اگر میخواین که بعضی کسا را به بعضی کسا اجازه ندهین، همیشه هیچگاه بعضی کسا عکس پروفایل شما را ببینن، یعنی بعضی افراد را هیچگاه اجازه نمیدهین که عکس پروفایلتون را ببینن. در قسمت بالای Never Allow کلیک Never Allow که دیده میشه، در قسمت بالای Add User کلیک بکنین. در قسمت کسایی را که میخواین که هیچگاه عکس پروفایلتون را آنها دیده نتوانن انتخاب بکنین. زمانی که انتخاب کردین، چند نفر را که انتخاب کردین، بعد از او در قسمت پایین بالای دگمه کلیک بکنین و در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک بکنین انتخاب میشه. بعد از او اون تعداد نفر را عکس پروفایل شما را دیده نمیشه. در قسمت بعدی هم دارین فارورد بید مسیجیز دوستان. در قسمت هم در قسمت بعدی داریم در اینجا کالز. بالای کالز کلیک میکنیم. در قسمت کالز یا تماس، در قسمت شما میتونید انتخاب بکنید که کیها با شما تماس گرفته بتوانند. اگر میخواین که همه کس با شما تماس گرفته بتوانند، چی شماره تلگرامی شما در پیش آنها باشه یا نباشه با شما تماس گرفته بتوانند، در قسمت everybody رو انتخاب بکنین. اگر میخواین که تنها کسانی که با شما شماره موبایل آنها در پیش شماره موبایل شما در پیش آنها و از آنها در پیش شماست با شما تماس بگیره، my contacts رو انتخاب بکنین. اگر میخواین که هیچ کس با شما تماس گرفتن نتوانه، نوبادی گزینه سومیش رو انتخاب بکنین. بعد از او در قسمت پایین یک exception یا یک استثناء باز شد، شما میتوانین انتخاب بکنین که کسایی را که میخواین که اجازه بدهین آنها با شما تماس بگیره و دیگه هیچ کس نتوانه تماس بگیره. در اینجا با نوشته است Always Allow و در قسمت بالای Add User کلیک بکنین. در قسمت بعضی افراد و اشخاص محدودی را که شما میخواین که در تلگرام با شما تماس بگیره انتخاب بکنین. زمانی که آن را انتخاب کردین دوستان، در قسمت چند نفر را که انتخاب کردین، بعد از او در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک بکنین و در قسمت و در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک بکنین آن انتخاب میشه. قسمت بعدی هم داریم گروپس. بالای گروپس کلیک میکنیم. در قسمت هم شما میتوانین انتخاب بکنین که کیها در گروپی که میسازن شما را بتوانن حد بکنن یا عضوی آن گروپ بسازن. اگر میخواین که همه کس، هر کسی که گروپ ساخت، شما رو در اون گروپ اد بکنه، everybody رو انتخاب بکنین. اگر میخواین که تنها کسانی که شماره تلگرام شما پیش آنها هست و از آنها پیش شما هست، زمانی که گروپ ساختن در گروپ تلگرام خود شما رو اد بکنن و دیگه هیچ کس نتونه شما رو در گروپ تلگرام اد بکنه، my contacts رو انتخاب بکنین. بعد از اون باز در قسمت هم استثناء باز شد دوستان. در اینجا شما میتوانید که همیشه بعضی کسایی را که میخواین که با چند نفر محدود را که شما استثناء یا استثناء قرار میدهین، آنها در هر حالت شما را اد کرده بتوانند، در قسمت Always Allow که دیده میشود، در اینجا بالای دگمه اد یوزر کلیک بکنین و در اینجا بعضی کسایی را که شما میخواین در هر حالت که گروپ ساختن شما رو در گروپ خود اد کرده بتوانن انتخاب بکنین. زمانی که انتخاب کردین دوستان، بعد از او در قسمت پایین بالای دگمه تیک در اینجا کلیک بکنین و در این قسمت یک گزینه دیگر هم داریم دوستان، یک استثناء دیگر هم. بعضی کسا را شما میخواین که در هیچ صورت شما را نتوانن در گروپی که میسازن اجازه بده، در گروپی که میسازن شامل بسازن. در قسمت شما میتونین این کار را انجام بدهین. Never Allow در اینجا دیده میشه و در قسمت بالای Add User کلیک بکنین. در قسمت همون کسایی را که شما میخواین که هیچگاه
هیچگاه آنها شما را در گروپ تلگرام اد کردن نتوانند یا شامل کردن نتوانند، انتخاب بکنید. زمانی که انتخاب کردین، بعد از او در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک بکنین و بعد اینجا در قسمت بالا بالای چت بالای علامه تیک کلیک بکنین، انتخاب میشه. بله دوستان، در قسمت پایین یک گزینه دیگه داریم به نام سکیوریتی. دوستان شما میتوانین چت های تلگرام خود را همچنان قفل بکنین توسط این پاسکود لاک. بالای از یک گزینه کلیک میکنیم، این دگمه را باید طرف بزنین فعال شوه. در قسمت یک پاسورد 4 رقمی شما بدهید. بعد از او که دادین، دوباره آن را در اینجا وارد بکنین. در قسمت قفل ما آن شد دوستان. در اینجا اگر تلفن شما یا موبایل شما فینگرپرینت دارد دوستان، میتوانید این گزینه را در قسمت فعال بسازید. توسط فینگرپرینت تلگرام شما باز و بسته میشود. زمانی که این کار را کردین، در قسمت گزینه را فعال ساختین، هر زمانی که دوستان شما تلگرام خود را بند بکنین، به طور مثال من میرم تلگرام خود را بند میکنم، در قسمت بالا یک قفل در اینجا اضافه میشود. شما بالای قفل اگر در قسمت کلیک بکنین و تلگرام خود را بسته بکنین، اگر دوباره تلگرامتون را باز بکنین، در قسمت از شما رمز میخواه. شما همون رمز 4 رقمی را وارد بکنین، بعد داخل تلگرام خود میشوین. بدون رمز داخل تلگرام خود شدن نمیتوانین. در قسمت دوستان، در قسمت گروپ هم تمام شد، پس کدام تمام شد. توست وریفیکیشن ویدیو جدا ساختم، میتونین که در قسمت لینک اون در قسمت دیسکریپشن ویدیو است، میتونین اون گزینه را هم فعال بسازین در موبایل خود. دوستان یک گزینه خیلی خوب در تلگرام در اینجا دیده میشه که دیلیت مای اکاونت. تلگرام مرا حذف بکن اگر تا زمانی را که شما خود شما در اینجا انتخاب میکنین. اگر شما تا مدت یک ماه، اگر میخواین که تا مدت یک ماه شما اگر تلگرامتون رو باز نکنین، تلگرام شما حذف شوه، یا میخواین که تا مدت سه ماه که تلگرام خود را باز نکنین، تلگرامتون حذف شوه، یا تا مدت 6 ماه یا تا مدت 1 سال. شما میتونین در اینجا انتخاب بکنین که تا این مدت ها اگر تلگرامتون را باز نکنین، تلگرام شما حذف شود. به طور مثال در اینجا نوشته است که if away for، اگر تا مدت 3 ماه را انتخاب کردین، تا مدت 3 ماه که شما تلگرام خود را باز نکنین، تلگرام شما به شکل خودکار حذف می شود. اگر 6 ماه را انتخاب کردین، تا مدت 6 ماه که شما در تلگرام آنلاین نشدین، تلگرام شما حذف می شود به شکل خودکار. این تنظیمات قسمت بود دوستان، تنظیمات مهمی این قسمت بود. و در قسمت بعدی هم در اینجا در بالای چت سیتینگز در این قسمت اگر ما کلیک بکنیم، در اینجا چندین نوع تنظیمات داریم. از جمله میتونین شما عکس بک‌گراند چت خود را تغییر بدهید دوستان. بالای چنج چت بک‌گراند اگر در این قسمت ما کلیک بکنیم، در اینجا خیلی بک‌گراند های زیبا و مقبول است. شما میتونین که یکی از آنها را اگر خواستین انتخاب بکنین. به طور مثال بالای از این کلیک بکنم و در این قسمت بک‌گراند چت ما قرار میگیره عکس، و بعد از اون بالای دیگه دگمه سیت بک‌گراند در قسمت پایین کلیک بکنین، آن عکس در بک‌گراند چت شما قرار گرفت. در اینجا هم شما میتونین که حالت شب را در تلگرام خود فعال بکنین یا حالت روز را. بالای دارک در قسمت اگر کلیک بکنین، تلگرام ما حالت شب را به خود میگیره، حالت تاریک را به خود میگیره، و اگر بالای د کلیک بکنیم، در اینجا حالت روز را به خود میگیره. شما میتوانید انتخاب بکنید. دوستان یک گزینه خیلی جالب در تلگرام در اینجا برایتان تشریح میکنم. اگر میخواین که شما در تلگرام یک فولدر جداگانه با فامیلتان بسازین، یا با همکارانتان، یا با هر کسی را که میخواین، شما یک با چت های اونها و مسیج های آنها یک فولدر جداگانه در چت باکس بسازین، شما میتوانین بسازین. در قسمت بالا که شما در قسمت بالا در اینجا شما در پایان سیتینگ چت سیتینگ در گزینه فولدر دیده میشود. بالای فولدر کلیک بکنین و در قسمت پایین بالای create new folder شما کلیک بکنین. در این قسمت بالای
بالای اد چت کلیک بکنین در این قسمت، در این کسایی را که شما میخواین که در این فولدر شما عضو باشن، چی از فامیلتان باشه چی دوستانتان باشه، در این قسمت عضوی در این چت شما آنها را اد بکنین میتوانین در اینجا آنها را انتخاب بکنین. بعد از اینکه انتخاب کردین در قسمت پایین بالای علامه تیک کلیک بکنین و در این قسمت در اینجا شما میتوانین به فولدر خود نام بدهین، یک نام به طور مثال بدهین، به طور مثال فامیلی نوشتم میکنم فامیلی، و در قسمت بالا بالای علامه سیف کلیک بکنین، چت شما فولدر شما ساخته شد فولدر. بله دوستان، در قسمت در اینجا شما میبینید که یکی آل چت است و دوم فامیلی است. کسایی را که شما در فامیلی در اینجا فولدر برایشان ساختین، اعضای خانواده تان اگر به شما مسیج بکنن، در قسمت مسیج آنها میه و مسیج آنها را در قسمت شما میتوانین ببینید. در اینجا آل چت است و در قسمت فامیلی است. دوستان این بود مهمترین تنظیمات تلگرام. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نموین تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتان.